بند قرغه تفریگاه پرجم و جوش کابل وحشت زده. این روزها کابل فضای وحشت زده و دگرگونی دارد. وحشت و استراب، سرنوشت مبهم از یک سو و تحرکات حراس افگنانه سوی دیگر، اما با همه دغدغه ها کابلیان برای غم غلط کرده به مکان پرجم و جوش و شهرهی می آیند که محیط زیبا و گوارای دارد. هرچند شهر کابل و اطراف آن پر است از مکانهای تفریحی و تاریخی، اما بند قرغه در این میان و در دو دهه پسین جایگاه ویژه‌ای از منظر تفریح به خودش پیدا کرده است. این مکان تفریحی و دیدنی روزانه و به ویژه روزهای پنجشنبه و جمعه میزبان حضور جوانان و خانواده ها برای تفریح است. حافظه تاریخی کابل روایت با پیشینه از ایجاد بند قرغه دارد. بر نقل از یادداشت‌های تاریخی، این بند در سال 1330 خورشیدی در زمان محمد ظاهر شاه ساخته شده است. قرغه در حومه های کابل با فاصله 8 کیلومتری در غرب پایتخت موقعیت دارد. در گذشته این بند متعلق به ولسوالی پغمان بود، اکنون جزء ناحیه 14 شهر کابل می باشد. زمانی که این بند ساخته شد، کشاورزان و باشنده های محل از این مکان تنها برای آبیاری استفاده می کردند، اما به مرور زمان به تفریحگاه کابلیان مبدل گردیده است و اکنون هزاران تن در هفته به این مکان سر می زنند و لحظاتی را برای دگرگونی فکرهایشان اینجا سپری می کنند. در بند قرغه درختان ناجو، ارغوان و بید روسی در تپه ها و کنار سرک های آن به چشم می خورد. در میان درختان و میدانهای بازی آن، وسایل بازی تفریحی کودکان از قبیل چرخ فلک نیز موجود است. بند قرغه یکی از کمربندهای سبز کابل نیز به شمار می آید و نزدیک به 30 نفر به عنوان باغبان در آن کار می کنند. کارکنان در این تفریحگاه می گویند که روزانه میزبان صدها شهروند پایتخت نشین هستیم و گاه گاهی هم برخی از مهمانان خارجیشان که بیشتر شهروندان افغانستان هستند اما در بیرون از کشور به سر می برند به این مکان می آیند. این کارکنان می گویند که اگر صلح تامین شود و فضای جنگ جایش را به آرامش تبدیل کند، این تفریحگاه یکی از مکانهای پردرآمد از منظر گردشگری خواهد.